راحت میشه از این طریق کسب درآمد کرد. درآمدش هم ثابت نیست، یه ماه کمه، یک ماه زیاده، کلی مالیات ازش کم میشه و این حرفا. اما بنا به دلایلی که خودش سبب خیر شد برای من و بعد از چند ماه فهمیدم که خیریت توش بوده، دکتری رو نخوندم. چون تولدم این ماه بود، دو هفته پیش اول اسفند بود، هدیه من به شما. الان یه خبر خوب هم دارم که برای بار اول توی کانالم توی یوتیوب میگم. میریم از کنار تیغه بینی شروع میکنیم. میگه بچه حالا که بافت این مدل اومد دستت. سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یه برنامه دیگه. این ویدیوی امروز متفاوته، قراره یکی از سوالای پرتکراری که توی کامنت ها از من پرسیده میشه رو جواب بدم و کلی با هم گپ بزنیم. پنجره رو ببندم که صدا نیاد. امروز هوای استانبول عالیه، گرم شده و اینکه پنجره ها همه، سالن، اتاق و آشپزخونه من همه رو باز گذاشته بودم که هوا عوض بشه، ولی الان چون میخوام توی اتاق ویدیو ضبط کنم میبندم که سر صدا نیاد. دوربینم بذارم روی پایه که راحت بشینم، چون اینجوری نمیشه که دوربین دستم باشه و ایستاده صحبت کنم. خوبه؟ این ویدیو از اون ویدیو هاست که فکر کنم باید تا آخرش همراه هم باشید، یعنی ویدیو رو ببینید، چون جدا این که میخوام اون سوال رو جواب بدم، منتها یه سری حرفا هم میزنم که احساس میکنم که به درد خیلی بخوره و اینکه از منم خواسته بودید که راجع به این موارد حرف بزنم. حالا سوال پرتکراری که ازم پرسیده میشه چیه؟ از این جهت میگم پرتکرار که هر توی هر چند تا ویدیویی که میذارم، چند تا در میون، این سوال حتما پرسیده میشه. برای همین گفتم یه ویدیو راجبش درست کنم. چی میپرسن؟ این که مثلا شغل چیه؟ شغل فقط همین یوتیوبه؟ یا درآمد دیگه ای داری؟ خلاصه که درآمد از چه طریقه؟ تو همین مایه ها دیگه، در مورد شغل و درآمد و اینجور چیزا. اول اینکه خب یوتیوبو که دارید میبینید، بله یوتیوبم یکی از کارهام هست، اما اصلا فکر نکنید که یه وقتی کار یوتیوب راحته و کسی که تولید محتوا داره میکنه کار خیلی راحتی انجام میده و درآمد دلاری داره. نه، اینجوری نیستش. خیلی طول میکشه کانال یوتیوب موناتایز بشه، به درآمد برسه. 1000 تا سابسکرایب باید جمع بشه که اون 1000 تا خیلی طول میکشه. حالا بعضیا یک ماهه، بعضیا 5-6 ماهه، یه سریا بالاتر از یک سال، فرق داره. و خیلی ها توی مسیر جا میزنن، یعنی کانال رو ادامه نمیدن، چون سخت تولید محتوا، ویدیو بگیری، موضوع انتخاب کنی، ادیت بزنی، خیلی وقت گیره، خیلی. اما بعدش میفته به درآمد بعد از چند ماه و دیگه حالا درآمدش هم ثابت نیست، یه ماه کمه، یک ماه زیاده، کلی مالیات ازش کم میشه و این حرفا. خب این از یوتیوب که داستانش اینجوری بسته میشه. اما کار اصلی من که حالم باهاش خیلی خوبه، باهاش ارتباط میگیرم و دوست دارم که هیچ کاری نداشته باشم یا تایمای آزاد زیادی داشته باشم که بشینم پاش، نقاشیه. قبل از اینکه بخوام ادامه مبحث رو بگم، الان یادم اومد تا یادم نرفته روز جهانی زن رو تبریک میگم به همه خانوما، دخترای گلی که توی کانال هستن و همینطور به همه خانوم‌ها و زنانی که همزبون هستن با ما و خب تبریک من رو متوجه میشن. اتفاقا الان که این سوال پیش اومد و دارم راجبش ویدیو تهیه میکنم، خیلی مرتبطه با بحث ما خانوم ها، اگه بخوایم به طور کلی در نظر بگیریم، که دوست داریم مستقل باشیم، قوی باشیم، اعتماد به نفسمون بالا باشه و همه اینا در گرو اینه که ما به خودمون اهمیت بدیم. خب زن میدونید یه منبع انرژیه که تشویش میکنم، مثل یه خورشید که به اطرافیان نور میده، انرژی میده، باعث گرمی خونه ایم، توی جمعی که باشیم باعث گرمی اون جمع هستیم و این انکار ناپذیره. اما موضوع اصلی اینه که ما در درجه اول خب خودمون از درون باید حالمون خوب باشه، احساس کنیم که داریم به خودمون اهمیت میدیم، زندگیمون فقط صرف این نمیشه که به بقیه و اطرافیان خدمات بدیم، یه خونه گرم درست کنیم و یه محل امنی که هر کی میاد توش احساس آرامش کنه. اولی که خودمون باید احساس آرامش داشته باشیم و این در چه صورتی هست؟ اینه که ما خودمون رو قوی ببینیم،
خودمون رو مفید ببینیم، مفید از این نظر که داریم از استعدادامون استفاده میکنیم، از توانایی که خدا بهمون داده استفاده میکنیم و روی خواسته هامون، روی آرزوهامون سرپوش نذاشته باشیم یا نبسته باشیم، بذاریم گوشه صندوقچه ذهنمون یا قلبمون و نریم دنبال خواسته هامون، چیزهایی که بهش علاقه داشتیم. وقتی که احساس مفید بودن میکنیم و دنبال خواسته هامون میریم، حالا فرقی نداره اگر دختریم، داریم درسمون یا رشته ای رو که دوست داریم میخونیم، یا اگر که ازدواج کردیم متأهلیم، باز فرقی نداره. اینه که تأهل و متأهل بودن صد نیستش که بخواد جلوی راهی خانم رو بگیره. خیلی داریم خانمای متأهلی که شاغل هستن، حالا کار نداریم، یکی شغلش برای اینه که امورات روزمره بگذره، برای درآمدشه، یا یکی شغلی داره، حالا شاید درآمدش هم بالا نباشه ولی باب میلشه. اما مهم اینه که توی زندگیمون احساس شادی رو داشته باشیم، رضایت از خودمون رو داشته باشیم. شغلم رو که پرسیدید، خب یوتیوب رو که دارم، هفته چند روز باید براش تولید محتوا بکنم، چون که باید روی روند منظمی باشه، کانال افت نکنه. و اینکه کنار اون شغل اصلی من نقاشی هستش. نقاشی رو من به صورت جدی 10 ساله که دارم ادامه میدم. خب قبلش خیلی علاقه داشتم یا جست گریخته یه کارهایی رو انجام میدادم، ولی به صورت جدی 10 سال قبل، اونم دقیقا بعد از آزمون دکتری من بود. البته افرادی که قدیمی هستن داخل پیج باز میدونم، فکر کنم توی یکی از ویدیوهام گفتم، من کارشناسی ارشدم رو که خوندم تموم شد. بعد از یه مدت آزمون دکتری دادم که اون سالم خیلی سخت بود، رتبه خوبی هم آوردم، اما بنا به دلایلی که خودش سبب خیر شد برای من و بعد از چند ماه فهمیدم که خیریتش بوده، دکتری رو نخوندم و اینکه رفتم دنبال نقاشی. گفتم ولش کن، درس خوندن تا اینجا بسته، بذار برم دنبال علایقم. و اینکه نقاشی رو خیلی دوست داشتم، رفتم دنبالش. همونجوری که بعضی از کارهام هم دیدید، توی چند تا تکنیک کار کردم، پاستل کار میکنم، سیاه قلم، سبک هایپر رئال، مداد رنگی، خودکار رنگی. و اینکه چون هایپر رئال رو خیلی دوست داشتم، به صورت جدی دنبالش کردم. خب نقاشی برای من درآمدزایی داشته. ببینید، از طریق نقاشی میشه سفارش گرفت، تابلو انجام داد، سفارش چهره انجام داد. الانم بستگی داره که چه سایزی از چهره، مثلا قرار A4 کشیده بشه، A3 کشیده بشه، سایزهای مختلف و بستگی به پرکار بودن تابلو یا کمکار بودنش قیمتاش فرق داره. الانم چون کارای دست خیلی طرفدار داره و تابلوهایی که با دست کشیده شده تو خونه زیبایی خاصی رو میده، این هنر طرفدارای خودش رو داره و اینکه راحت میشه از این طریق کسب درآمد کرد. یکی دیگه‌ش هم اینه که 2 سال آموزش مجازی نقاشی سیاه قلم رو دارم به سبک رئال و هایپر رئال. قبل از اینکه بریم بقیه‌اش رو بگم، این ویدیو رو ببینید. بافت لباس، دیگه ریش، مو، اکسسوری، دست که چجوری حالت انگشتا رو در بیارید، بندای انگشت رو دیدید، همه رو جوری زدید که به صورت طبیعی باشه. بچه ها بافتا رو ساده اصلا نگیرید. ببینید کنار تمام این تیرگی ها رو من دارم یه مقداری روشنایی میارم، اما بعضی جاهاش رو یه مقدار فشار پاکون رو بیشتر بذارم. تیرگی اینجا رو بیشتر میکنم. ببینید تیرگی اینجا با تیرگی که این قسمته خیلی نزدیکه، داره حالت شکل میگیره، به این سمت گردش میکنم. میریم از کنار تیغه بینی شروع میکنیم. که بچه حالا که بافت این مدل اومد دستتون، یکم من تندتر میزنم. ببینید اینجا رو به صورت بریده بریده و خطی میایم پایین. با خودکار ژله‌ای سفیدم میتونید روی این نورها خیلی کم و خیلی کم یا بذارید یا نذارید، دل بخواهیه. من از خودکار ژله‌ای زیاد استفاده نمی کنم.
اگر وسط کار موندین توی بافت زدن توی هر چی که اشکال داشتید، حتما از من بپرسید. ببین اینجاها من یه سری نورها رو باز دارم تجدید میکنم. الان حدوداً یک ساله ثبت نام رو بسته بودم، اونم به دلایل مختلف، یکیش مهاجرت بود و بعد از اون شرایط داخل ایران که حس و حالی نمیذاش برای کار کردن، اون اوایلم که خب یه سری از وسایلم پیشم نبود، نیاورده بودم، تمام اینها باعث شد که این یک سال رو من ثبت نام نداشته باشم و هنرجوهای قبلی رو بهشون رسیدگی میکردم چون تایم کمی داشتم. اینجا که اومدیم وسایل رو با خودم از ایران نیاورده بودم، بیشتر تایممون به تجهیز کردن خونه میگذشت، برای همین ترجیح میدادم به جایی که هنرجوی جدید بگیرم همون قبلی ها رو پشتیبانی کنم و بهشون برسم. الان یه خبر خوب هم دارم که برای بار اول توی کانالم توی یوتیوب میگم، توی اینستا هنوز چیزی نگفتم و میخوام که ثبت نام ها رو باز کنم برای بچه های یوتیوب که اگر دوست دارید نقاشی رو بهش علاقه مندید، که دیدم توی ویدیوهای هنری که میذارم استقبال داشتید و خیلی دوست داشتین که یاد بگیرید، میخواستم بگم پکیجای آموزشیم آماده است از 0 تا 100. 0 تا 100 یعنی چی؟ یعنی اینکه از نحوه دست گرفتن مداد من آموزش دادم تا 100ش دیگه، یعنی پر پرش که شما یاد بگیرید راحت هر پورتره هر تابلوی رو که میخواید بکشید بدون اینکه استاد کنار دستتون باشه، که خودتون اونقدر حرفه‌ای بشید اگر خوب کار کنید با من که به مرحله تدریسم برسید، یعنی بتونید قشنگ تدریس کنید، یا حتی بعضیا نخوان ازش درآمدزایی داشته باشن، همین که یه تابلوی بکشن هنر دست خودشون باشه به دیوار بزنن و احساس اون آرامش رو داشته باشن، خیلی راحت میتونید بیاید ثبت نام کنید. اصلا نگران نباشید که نقاشی بلد نیستید، استعدادش رو ندارید، یا بگید از سنم گذشته، اصلا اینطور نیست. ثبت نام ما از 14 سال به بالا تا 100 سال هستش، چون میخوام خروجی خوب بگیرم از آموزشم. داشتم هنرجویی که زیر 14 سال بوده 8 ساله آوردم با اصرار مادر ثبت نام کردن، ولی خب بچه باید به نظر من تو اون سن نقاشی کودکانه کار کنه تا دستش را بیفته برسه به این مرحله. بنابراین چه برای خودتون بخواین چه برای بچه هاتون بخواین، الان فرصت خوبیه. میگم این رو اول دارم به شما میگم توی یوتیوب، اونم با شرایط ویژه. شرایط ویژه چیه؟ اینه که اولا که به مناسبت روز جهانی زن که داشتیم و همینطور این که بعد از یک سال ثبت نام ها رو باز کردم، همینطور عید نوروزی که پیش رومون هست و نیمه شعبانی که بود، 35% تخفیف روی قیمت آموزش هستش که 35% تخفیف گذاشتم، و همینطور چون تولدم این ماه بود، 2 هفته پیش اول اسفند بود، هدیه من به شما یک تابلوی آموزشی رایگان هستش که در انتهای آموزش و 5 ترم دوره آموزشیمون 5 ترم هستش که شما طی 2-3 ماه میگذرونید و کاملا حرفه‌ای میشید. بعد از اون ما تابلو داریم که برای ثبت نام و حرفه‌ای شدن بیشتر، اما یک تابلو هم من رایگان هدیه میدم به هنرجوهایی که تا عید ثبت نام کنن. این تخفیفی که میگم باز زمانیش تا عید نوروز هستش، میتونید ثبت نام کنید. بعد نکته مهمش اینه که فکر نکنید الان که ثبت نام میکنید مجبورید کلاس ها رو شروع کنید. آموزش ها به صورت آفلاین هست، ویدیوهاش ضبط شده با کیفیت بالا، زاویه مناسب روی دست خودم، توضیحات همزمان بدون اینکه فیلم حذف بشه یا دور تند بشه، کامل از 0 تا 100 شما دارید دست من رو میبینید کار میکنم. خب بعد شما این ویدیوها رو دارید وقتی ثبت نام میکنید، اما که کی شروع کنید اون دیگه دست خودتونه. میتونید از همون صبحش که آموزش ها رو میگیرید استارت بزنید، میتونید بذارید عید که تعطیلیه استارت بزنید، یا بعد از عید، اصلا فرقی نداره. تا زمانی که شما هنرجوی من هستید و آموزش ها رو دارید میبینید از من پشتیبانی دریافت میکنید، پشتیبانیتون میکنم. شما هر روزم که تمرین بفرستید پشتیبانی میشید، هم از کارهایی که خودم آموزش دادم بهتون، هم کارهایی که مازاد بر اون برای مهارت بیشتر. خب یه سری ها هستن که از بچه ها داشتم هنرجو که خیلی فعال بودن، کارهای اضافه تر میکشیدن، مثلا من چشم پیر یادشون میدادم، اینا یکی دیگه هم کنارش کار میکردن، یا 2 تا بینی اضافه هم کار میکردن. همه‌شو رفع اشکال میشید تا به مرحله استادی برسید.
حالا برای پرسیدن شرایط و اینکه میخواین ثبت نام کنید، آیدی تلگرام و اینستا رو میذارم. هر جا که راحت بودید برای من پیام بدید. بزنیدم از بچه های یوتیوب هستید، چون میگم توی اینستا هنوز اعلام نکردم. و اینکه از این شرایط خیلی خوبی که گذاشتم استفاده کنید، چون که افرادی که هنر دوست دارن خیلی زیادن، هزینه کلاس های حضوری خیلی بالاه. یعنی الان هزینه یک جلسه حضوری که آدم بره کلاس برابر با یک ترم از آموزش های مجازی که در اختیارتون میذارم، یعنی بعد با چه حجم از آموزشی، با تعداد بالای ساعت های آموزشی. و اینکه تو کلاس های حضوری استاد در حد 5 دقیقه 10 دقیقه رفع اشکال میکنه، کار یاد میده میره، اما این شما فیلم ها رو دارید در اختیارتونه برای همیشه، یعنی هیچ وقت از دسترستون خارج نمیشه. میتونید دانلود کنید، استفاده کنید، چه امسال چه 10 سال دیگه. این ویدیو رو برای این ضبط کردم چون عید نوروزم میومد و خیلی ها اون چند روزی که تعطیلن رو دوست دارن که یه هنری یاد بگیرن، و یعنی که دنبال این هستید که مستقل باشید، استقلال مالی داشته باشید، که مطمئنم وقتی که یه خانم استقلال مالی داشته باشه خیلی هم اعتماد به نفس داره. و اینکه اطرافیانم یه حس دیگه نسبت به شما پیدا میکنن، همین که دارید کار هنری انجام میدید، همین که مستقلید، میتونید بیاید از این فرصت استفاده کنید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهیم کردید. حمایت یادتون نره. دعام براتون بهترین است. خدافظ.